خب تو این فیلم میخواییم دستگاهی که سه فازه رو تبدیل به تک فازش کنیم. بعد فن ما که سه فازه سه تا سیم داره که وصل این صفحه شده که رو 380 ولت هم هست همشون، که دونه دونه باز میکنیم فنها رو جدا میکنیم، فنها رو جدا میکنیم. این سیم فنمونه الان که فن سه فازمون سه تا سیم داره. بعد به وسیله این خازن فن رو تبدیل به تک فاز میکنیم. خازن ما هم دو تا سیم خروجی داره. یه سر سیم و وصل یه سر خازن میکنیم، بعد از همون جایی که وصل شده یه خروجی میگیریم که به این روش الان انجام شده. بعد یه سر دیگه فن و فصل به اون سر خازن میکنیم. این هم هیچ قاعده قانونی نداره، فعلا همینجوری وصل میکنیم. بعد از اینکه وصل کردیم شاید موتور برعکس به چرخه، اونجاست که جای سیما رو عوض میکنیم. بعد دیگه یه سر فن و به یه سر خازن وصل میکنیم، دیگه از این نیاز نیست خروجی بگیریم. تیرانس ما الان دو تا سیم داریم، یکی از سر فن مونده، یکی هم یه خروجی از خازنه گرفتیم. این ترمینالی هم که روی ترانس وصله، اونایی که پل دارن پلای قرمز رنگ 220 ولتن، اونایی که پل ندارن 380 ولتن. درست میکنیم 220. اونایی که به 380 بودن و انتقال میدیم به 220 ولت، بعد فنمون هم رو 220 ولت میذاریم. حالا ما دو سر سیم داریم که یکی از خازن اومده، یکی از فن اومده، یکی هم از ترکیب فن با خازن، که ما یه سرشو میدیم به 220 اولی همون قرمزایی که پل دارن، اونا 220 ولت هن. من شمای کلیش هم رو نقشه این کاری که داریم میکنیم هم رو کاغذ میکشم بهتون میدم آخر فیلم. وز شدن سیمان مطمئن باشید که اشتباه وست کنید یا اینکه شل وستش کنید، دیگه فاتحه فنتون خونده است و فاتحه دستگاهتون. البته سفت ببندید اون پیچایی که اینجا دارید میبینید. به این شاید اشتباه لپی هم شده باشه، ما سفازمون 380 ولته میاریم رو 220 ولت ها. فکر کنم من میگفتم 360 ولت.
الان کلید مینیاتوری رو باز میکنیم. ببین یه نکته، این دستگاه دست دومه و قبلا هم تک فاز شده بعد برگردوندن به سه فاز. بعد فردی که تک فازی این دستگاه رو انجام داده یه فرد ناشی بوده، مثلا کلید مینیاتور رو برعکس بسته، ورودی باید از بالا باشه در حالی که ورودی این مینیاتور از پایینه. بعد کاری که ما الان میخواییم بکنیم، سه تا ورودیمونو تبدیل به یکی میکنیم، از اون ور خروجیمون هم دستکاری میکنیم. این ور خروجی ها الان بالاییه که سه تا سبزه. ببین اولا ما یه دونه سیم رو کور کرده بودیم، الان هم میاریم اینجا دو تا یکیش میکنیم. ببینید الان من یه آبیه رو نیاز نداریم، فرودیمونه خب اینو باید بریم از سیم جدا کنیم، بریم سر سیم رو میگیریم که برق بس شده. بازم اشتباه لپی شده، ما اینجا قهوه‌ای رو نیاز نداریم اینا، چرا؟ چون بالاشو کور کردیم، میایم سر سیم قسمت قهوه‌ای رو کورش میکنیم. ببین نفت سیم هم دوتا داره، اونا رو میبریدیم. الان ورودی ما هم دو سیم شد، یکی در حکم فازه، یکی دیگه هم در حکم نوع. حالا باید بریم دو شاخه بست کنیم، یه دو شاخه هم نیاز داریم بریم بست کنیم. ببینید دوستان، عملیات تکواز کردن الان تموم شد، تکواز انجام شد، زدیم به فریز. بعد میایم فنمون رو چک میکنیم آیا داره درست کار میکنه. فن باید مکنده باشه. خب الان دمنده شده، این باید بمکه. این اولیه، سوراخ دومیه، فن باید بده بیرون در حالی که سوراخ دومیه داره میمکه. برای حل این معضل هم که پیش اومده، میایم اینجا خازنی که الان ما یه خروجی ازش گرفتیم، جای این دوتا سیم رو عوض میکنیم. ما الان جاهاشون رو داریم عوض میکنیم. اینجا میام جاها رو عوض کنیم. تو قبل فیلم دیدید که قرمز روی آبی بود، آبی خازنه، الان قرمز رو میاریم رو سیم قهوه‌ای خازن. برقم، چسب برقم داره اذیت میکنه. همچنان داره اذیت میکنه. مجبوریم از وسط بکنیم. بزن گرفتم
کلا من این فیلم های دید سیمه هم نیاز نبود خواهی داشتیم سیم میزنیم. همونطور که میدید اون سیم سیاه هست فن اومد، اینم از خازن اومد. من دستگاه رو روشن میکنیم ببینیم درست جهت فن درست شده یا خیر. الان دستگاه رو میریم روشن کنیم در اینجا رو چیک کنیم ببینیم اوکی شده. الان درست شد داره میمن که دوستانم هی با انگشت اشاره میکنه من برم فن رو چک کنم پشت. قسمت فن این باید دمنده باشه. حالا این پشتیه که داره میدمه درست شد فن. این بود از تکفاز کردن دستگاه جوراب کافی. بعد یه نکته ای که هست، اگه شما هر اشتباهی کرده باشید دیگه مانیتور بالا نمیاد و این چراغام روشن نمیشد. این هم میتونید بسنجید که آیا روالو درست رفتید یا نه. الان خازن رو میبند میذاریم سر جاش، اون گوشه وای میسه و مینیاتوری رو هم ببندیم. خازن رو هم گذاشتیم میبوشیم. ارتا رو کلن دیگه برمیداریم. دیگه ارتا رو هم نیاز نداریم و برمیداریم. تو ما سیستم تک فاز ارتی نداریم بیمنیم. این رو فقط جهت اینکه یه موقع اتصالی پیدا نکنه دارم چه اسم میزن این هرم برای اینکه اتصالی نده پارازیتی نیفته ما چسب میزنیم تا کور بشن. مینیاتوری هم داره اذیت میکنه ولی
یه کوچولو مرتب کنیم داخل سیما رو. چسبم نگیری در پوششم بزنه یادشون نره. در پوششم بستیم تمام. اینم از کل پروسه تکباز کردن دستگاه خشابی. من یه فیلم هم در مورد تکباز کردن دستگاه تکبردی هم میذارم تو آینده. موفق باشید.